ز ایران رستاخیز سیمرغ، چو شاه از میهنش میرفت بیرون، به چشمش اشک بود و بر دلش خون. پریشان شاه ایران از هر طرف کیش، تو گویی زیر لب میگفت با خویش. چه آسان رشته ها از هم گسستند، چه آسان مردمم اغرا فروختند. و این مردم نمک خوردند، نمکدان را شکستند. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما هممیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور. برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ و در 27 دی ماه 2579 شاهنشاهی میبینید. در این برنامه من به همراه دوست و همنزم عزیزم جناب قاسمی در پیشگاه شما هستیم. قبل از شروع سخن، 42 سال روز خروج شاهنشاه آریامهر محمد رضا شاه پهلوی از خاک ایران و به یکایک میهن پرستان راستین تسلیت عرض میکنم، به دلیل اینکه از همان دقیقه موتور و ماشین کشتار جمهوری اسلامی تا به امروز بدون وقفه در کشتار مردم ایران در حال فعالیت هست و از چرخش و فعالیت نایستاده. به همین دلیل من خروج شاهنشاه آریامهر و نابودی ایران و ایرانی رو به همه همیهنانم تسلیت عرض میکنم. اما جناب قاسمی، درود بر شما. منم یه درود میفرستم به شما جناب کمالپور و درود ویژه به همه عزیزان، دوستداران و هواداران رستاخیز سیمرغ. یه درودم میفرستم به دشمنانی که پشت در هستن و بعدن این برنامه رو خواهند دید. سپاسگزارم از عزیزان که توی این مدتی که ما نبودیم پیام‌های زیادی اومد، خیلی خیلی پیام‌های زیادی که چرا رستاخیز سیمرغ برنامه نداره، چرا دیگه صحبتی نیست، افشاگری‌ها کجا رفت. ما قبلا همه این مطالب رو حتی تا سال آینده، عید نوروز سال آینده رو ما تو برنامه‌مون گفتیم. تمام اتفاقاتی که داره میفته رو ما تو برنامه‌های گذشته همه رو گفتیم و کسانی که برنامه‌های رستاخیز سیمرغ رو دنبال می‌کنن الان به خوبی میدونن که حرکت بعدی که داره اتفاق میفته توی جریان مافیایی و مخصوصا در خاورمیانه کجاست، چه مرحله ای از سناریو، چه مرحله ای از پروژه است. و اینجوری پیش خودمون اینجوری شاید فکر میکنیم که یکی از اهداف رستاخیز سیمرغ این بود که ملت ایران رو از پای منبر رسانه‌ها بکشن بیرون و این عادت بد منبر نشینی و پای منبر بودن رو که از سالیان سال در ایران ما متاسفانه رواج پیدا کرده، این رو یه جورایی قطعش کنیم و مردم رو به اون تفکر، به فعالیت شخصی و به اینی که حالا هر کسی هر چیزی نسبت به میکروفونش داره، حالا چه روی آخر روی منبره، چه رسانه است مثل شهرام شارلاتان یا بی بی سی یا امثال اینها، به این بسنده نکنن و ملت خودشون برن تحقیق کنن، آگاهی پیدا کنن. این یکی از اهداف اصلی رستاخیز سیمرغ بود و هست. بنابراین نیازی نبود که ما بیایم دوباره تکرار مکررات بکنیم، هی صحبتایی که انجام شده رو به قول معروف دوباره بخوایم بروز کنیم. تا امروز اتفاقاتی که افتاده رو همه دیدید، یه مرور کوتاهی در ادامه برنامه بهش می‌کنیم و گام‌های بعدی. سپاسگزار میشم دوستان الان که برنامه رو به صورت لایو دارن توی فیسبوک می‌بینن، حتما شیر کنید برنامه رو، برای دوستانتون بفرستید و در آینده این برنامه در لینک یوتیوب و یوتیوب رستاخیز دوتا کانال هم قرار میگیره و توی تلگرام و رستاخیز سیمرغ. جناب کمالپور در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خدمتتون هستم. همونطوری که جناب قاسمی اشاره کردن، بدون اتلاف وقت بریم سر اصل مطالبی که باید صحبت بشه. من فکر کنم صدای من یه مقدار کم باشه، من اینو اول درستش کنم. امیدوارم که الان صدام برای شما عزیزان بهتر شده باشه.
خدمت رو از کنم، سال گذشته حدوداً یک سال پیش، یه مقدار کمتر یا بیشتر، رستاخیز سیمرغ یک پرده ای رو زد کنار و یک افشاگری داشتیم در رابطه با پروژه میثاق ولایت. بعد از معرفی این پروژه و افشای مطالب و نامه هایی که بود و مزامینی که قرار اتفاق بیافته در دل رژیم جمهوری اسلامی، دیدیم رسانه های مختلف مثل ایران اینترنشنال و بعضی از یوتیوبرها و سازمانها یا گروه هایی که در یوتیوب کار میکنن، از روی پروژه میثاق ولایتی که ما افشاگری کردیم برنامه‌ای رو ساختن خصوصا در ایران اینترنشنال و شروع کردن به افشاگری. و این مجموعه برنامه اگر خاطر عزیزان باشه، کسانی که برنامه ما رو دنبال میکنن، به اسم پروژه دارت بود و ما این مطالب رو شروع کردیم به باز کردن برای همیهنان عزیزمون. در دل پروژه میثاق ولایت شما میبینید همون جوری که افشاگری کردیم و اطلاع رسانی کردیم برای شما عزیزان، این اتفاقات شروع شد رخ دادن. یعنی همون کودتای نرم سپاه که بیش از 7 سال بود در حال انجام بود، یعنی از اوایل دوره دوم محمود احمدی نژاد شروع به شکل گرفتن کرد و اتفاق افتاد، رفته رفته چهره فعالتری رو در هم جامعه سیاسی داخل کشور هم خارج از کشور از خودش نشون داد. جایگزینی مجتبی خامنه‌ای یکی از مهمترین مسائلی بود که ما در این پروژه بهش پرداختیم در همون زمان، جدا از اینکه خب سالیان سال هست به دلیل اطلاع رسانی که از بیماری علی خامنه‌ای شده بود و تلاش برای جایگزین کردن مجتبی خامنه‌ای در بسیاری از گروه‌ها در رسانه‌ها مطرح بود، اما طرح میثاق ولایت کاملا چهره از این پروژه برداشت که قرار این اتفاق رخ بده. هرچند خب گزینه‌های دیگه‌ای هم شاید از طرف بعضی از سیاسیون مطرح بشه که اگر مجتبی خامنه‌ای نشه، ایکس و ایگرگ و زد هم گزینه‌هایی هستن که شاید مافیا و جمهوری اسلامی دارن روشون فعالیت میکنن، کار میکنن. اما با گذر زمان دیدیم که میثاق ولایت داره چهره خودشو کامل نشون میده. یعنی اون بچه‌ای که 7-8 سال پیش به دنیا اومده در دل سپاه و زیر مجموعه حسین طائب و مجتبی خامنه‌ای، یواش یواش رشد داره میکنه و به سن بلوغ و به سن پابلیک شدن میرسه. ما در طول هفته گذشته شاهد این بودیم که در ادامه روند اجرای طرح میثاق ولایت، پوسترها تراکت هایی رو پخش کردن در داخل ایران، حالا یا بسیجی هستن یا حزب اللهی های تندرو خط علی خامنه ای هستند، مبنی بر حمایت از ولایت مجتبی خامنه ای. و در ادامه اون هم ما شاهد بودیم که در پروژه میثاق ولایت، افشاگری که محمود احمدی نژاد در مکارم شیرازی کرده بود، اعلام کرده بود که قرار مراجع و نمایندگان خبرگانی که با مرجعیت مجتبی خامنه ای مخالف هستن حصر فیزیکی بشن و شما تا امروز 3 تن از کسانی که میتونستن چهره واقعی مخالفت با مجتبی باشن به دلایل گوناگون هم از بیماری، سکته و کما به درک واصل شدن و قبض رو گرفتن رفتن تا مسیر به حکومت رسیدن مجتبی خامنه ای هموار بشه. ظاهراً بعضی هاشون خب با این روند موافق هستن از ترس جونشون، از ترس منافع خودشون و منافع فرزندانشون به توافق رسیدن با مجتبی خامنه‌ای کنار بیان. اینو من تا اینجا گفتم، بریم سراغ قاسمی چون در رابطه با طرح میثاق ولایت مطمئنم ایشون صحبتایی دارن. جناب قاسمی بفرمایید. بله سپاسگزارم. صدای من هست؟ بله فکر کنم با کم عرض کنم خدمت دوستان که خب همونجور که جناب کمالپور توضیحات رو دادن، من یه مقداری حالا از یه زاویه دیگه جریان رو دوباره باز کنم برای که این قسمت ها رو زود ازشون عبور کنیم برسیم به بقیه جریان ها و داستان داره به کجا میرسه. اگه خاطر دوستان باشه، ما همیشه اومدیم و صحبت هایی که انجام دادیم، دو شقه ای که در داخل ایران تحت عنوان جمهوری عبری عربی
کمونیستی، اسلامی، یعنی مخلوط همه اینها به جز ایرانی قاسب بر ایران وجود دارن. دو تا جریانی هست که یه جریانش جریانیه که دنبال تجزیه ایران هست، این یکی جریان هم دنبال تجزیه و نابودی ایران هست. این به قول معروف برگ دست هر دوی این جریان ها هست و تایبی که الان اتفاقی که الان افتاده داستان سر جایگزینی جمهوری انگلنشان آخوندیه. جریانی که من صحبت شو کردیم قبلا ما اومدیم توضیحات شده دیم، جریان اصلاح طلبه که برمیگرده به مافیای سروس، که زیر مجموعه این مافیای سروس یه سری از سازمان ها و جریان ها و شخصیت ها و انواع و اقسام اره و اوره و شمسیکوره هستن که در داخل اپوزیسیون و در داخل بدنه جمهوری اسلامی، در داخل جمهوری اسلامی از محمد خاتمیش بگیرید تا بیاد به ستوده و متوده و این عرضه رو باشه خورده ریزش، در خارج از ایران هم از تجزیه طلبان دو آتیشه بگیرید تا فدرالیست ها یا همون تجزیه طلبان خجالتی که به اون هم پرداختیم. یه بخش دیگه ای هم هست که حالا در برنامه های آینده باز خواهیم کرد، افرادی که دعاستره هستن، افرادی که اتفاقا آدم های مقبولی هم هستن، آدم هایی هم هستن که اصلا هم توی بحث های سیاسی اپوزیسیون شرکت نمی کنن، کار خودشون رو می کنن، برای خودشون یه سری خواب و خیال هایی تا که حالا اون یه بحثی دیگه است که حتما توی برنامه بعدی بهش می رسیم. این جریان سروسی که اس گرفته تحت عنوان اصلاح طلب، مورای کلیدی هم حالا مثل مسیح علی نژاد و مثل شیرین عبادی و همسر این جانوران هم در همین مجموعه هستن. یه جریان دیگه مقابلشه که جریان مشتبه خامنه‌ای و یعنی در حقیقت سه تا آدم هستن، سه تا به قول معروف منبع هستن با سه تا فرماندهی که اینها دست به دست هم دادن و طرحی رو نوشتن به اسم میثاق ولایت. جناب کمالپور توضیح داد اسم این طرح هم زمانی که محمود احمدی نژاد، باز اینم جناب کمالپور توضیح داد، برای کروکودیل های در قم مثل مصباح یزدی و مکارم و دیگر اراذل اوباش نامه نوشته بود و بهشون گفته بود در دورانی که وزیر اطلاعات خود محمود احمدی نژاد بود به یه سری اسنادی دست پیدا کرده و یه سری توافقاتی داره انجام میشه که قرار این اتفاق در روند بیفته که از مرگ سیاسی یا حزب سیاسی اکبر کوسه بگیرید تا به امروز گام به گامش اتفاق افتاد و ما اینو اومدیم تو رستاخیز سیما رو مطرح کردیم که امروز داره به صورت علنی بالبرو همه شاهدش هستن و دارن میبینن. در موازات این جریان یه جریانی که بزرگتر از این به قول معروف جریان داخل ایران هست، جریانیه که توی خاورمیانه داره شکل میگیره، اتفاقی که توی خاورمیانه داره شکل میگیره و بحث استعمار خاورمیانه و تقسیم خاورمیانه به سرزمین‌های جدید یا خاورمیانه نوین که بارها در مورد اینم صحبت کردیم و پیوند اون دو تا جریان داخل ایران که ابزار دست مافیای اصلی هستند با این اتفاقاتی که الان داره توی منطقه و توی خاورمیانه میفته، از جمله توی کشورمون ایران و همسایگی کشورمون که به قول معروف توضیحاتشو قبلا دادیم و حالا میخوایم به این نکته برسیم که بازی به کدوم مرحله رسید و اون موریانه معروف در منطقه، موریانه معروف در منطقه امروز با کمک آقای پرزیدنت ترامپ، دولت آمریکا و سیاست حکومت آمریکا در چه جایگاهی قرار گرفته و خطراتی که برای کشور ما همچنان داره مثل ساعت بمب ساعتی تیک تیک میکنه و لحظه انفجارش هر آن ممکنه این اتفاق بیفته. جریان اصلاح طلب و اصلاح طلبی و سروسی اون یه جریانیه که داره به صورت نرم و خزنده کارشو انجام میده، داره با شارلاتانیزم و دروغ کارشو انجام میده، یعنی چیزی دیگر رو میگه اما کاری دیگر رو انجام میده. این یکی جریان اینوری جریانیه که داره با قلدرم پلدرم با قول معروف کارشو پیش میبره که اینم توش هیچی نیست، اونم توش هیچی نیست، اما اینا وقتی گفته بشه، وقتی باز بشه برای مردم ایران، امید ما و امثال ما به اینه که وقتی این مسائل مطرح میشه، وقتی باز میشه، وقتی اسنادش رو ملت میبینن، حداقل به خودشون بیان که ای داد بیداد، اگر دیر به جنبیم نه دیگه به قول معروف از ایران خبری خواهد بود نه از ایرانی خبری خواهد بود. ما تمام امیدمون با این افشاگری ها به اینه که
آدم های در ارتش ایران، در ارتش واقعی ایران، در ارتش با غیرت ایران، نه ارتش جمهوری اسلامی مثل فرماندهان اراذل اوباشش، فرمانده ها رو کاری ندارم، با ارتش ایران، با استخونبندی ارتش، با بدنه ارتش ایران آدم های توش پیدا بشن با همت ملت ایران و بتونن زیر این میز بزنن و بازی مافیا رو به هم بریزن. هر دوی اون جریان هایی که داخل ایران الان دارن سعی میکنن که به قول معروف پای خودشون رو یا ارادت خودشون رو به مافیای جهانی ثابت کنن، جفتشون دنبال نابودی کشور ایران هستن و نه از اون نمدی، نه از اون نمد اونها کلاهی برای ملت درست خواهد شد، نه از نمد اصلاح طلبان و این جریان های اراذل اوباش تجزیه طلب. بنابراین دوستان دقت کنن، ما اگر میایم در مورد اینجور مسائل صحبت میکنیم، هدفمون فقط و فقط باز کردن سناریو هاست، پشت پرده هاست که ببینید داره چه اتفاقی میفته. وقتی شما این اسناد و مدارک و این صحبت رو دیدید، رفتید تحقیق کردید، دیدید درسته، اون وقت دیگه نمیاید دل ببندید که اون کشورک موریانه قرن، موریانه منطقه، یا کشور آمریکا، یا کشور انگلستان، یا کشور آلمان رو برید بهش آویزون بشید که مثلا فکر کنید این قبری که بالا سرش گریه میکنید مرده توشه و اینا قراره یه روزی بیان کمک ملت ایران، قراره یه روزی در آمریکا اگه آقای فلان زد دیگران رو به قول معروف قلقم کرد، قراره بیاد آزادی رو تو طبق بذاره و دو دستی بده خدمت ملت ایران و قراره بیاد عوامل خود مافیا در ایران رو برداره و به ملت ایران بگه بفرمایید عزیزان چی میخواید، هر چی میخواید بفرمایید، همه چی آماده است و برید سر جاش. در صورتی که وقتی شما این اسناد و مدارک و تجربه ها و سابقه ها رو میدونید، اونجاست که دیگه وقتی کسی اومد حرف از حمایت فلان شخص کرد برای ملت ایران، با مشت میزنید تو دهنش و میگید ملت ایران رو خود ملت ایران باید آزاد کنن. همینو بس. بفرمایید مهران جان. بله، خدمت رو عرض کنم. من برگردم به یه قسمت پایانی از طرح میثاق ولایت. افشاگری که محمود احمدی نژاد برای مکارم شیرازی کرد نشون از این داشت که در اون زمان طبق ادعای خودش در متن نامه با اجرای طرح میثاق ولایت مخالفه، اما عملا امروز شما شاهد این هستین تیم محمود احمدی نژاد شونه به شونه از مجتبی خامنه‌ای داره حمایت میکنه و باش هم قدم شده تو این مسیر و این نشون دهنده این هستش که سایر بخش های قدرت ناکام موندن در مقابله با تیم مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب در ساس یا سازمان اطلاعات سپاه. اما ما در سیستم قضایی کشورمون یک اصطلاحی داریم، بیشتر اینو قضات یا وکلا استفاده میکنن در بحث دکترینی که دارن، و اون این هستش که همیشه دزد و خلافکار و یا قاچاقچی ها همیشه از قانون و پلیس یک قدم جلوترن، همیشه یه قدم جلو هم، چون از اتفاقات قبل، از قوانین، از اون چیزهایی که رخ داده تجربه کسب میکنن و سعی میکنن توی پروژه بعدیشون اون مراحل رو رعایت بکنن که گیر پلیس و در نهایت قانون نیفتن. امروز شما شاهد این هستید مافیای ضد ایرانی، جمهوری اسلامی، تیمهایی که دارن جمهوری اسلامی رو هدایت میکنن، نقش همون دزدها و قاچاقچی ها و خلافکارا رو ایفا میکنن و مردم ایران نقش پلیس و قانون رو دارن اجرا میکنن. اتفاقاتی که در طول سالیان قبل رخ داده مردم کاملا متوجه شدن و از اون تجربه به دست آوردن، حواسشون شیشتون جمعه و این خلافکارا و مافیا و قاچاقچی ها و دزدان و قاتلان میان از شیوه های جدید استفاده میکنن تا بتونن دوباره مردم رو فریب بدن و متاسفانه مردم همیشه بیشتر غالب مردم این فریب رو خوردن و در تله گیر کردن، چون اگر در این تله نمیافتادن قطعا امروز ما شاهد جمهوری اسلامی در کشورمون نباید میبودیم. وقتی جمهوری اسلامی هست یعنی مردم فریب خوردن و مافیا و جمهوری اسلامی، سیستم های جاسوسی جهان که از جمهوری اسلامی داره حمایت میکنه، طرحی رو اجرا کردن که تونستن پیروز بشن و مردم رو منحرف بکنن.
پروژه هایی که تا الان اتفاق افتاده، امروز شما شاهدش هستید، بعضی از گروه ها، بعضی از کشورها، بعضی از سیاستمدارها وقتی شروع میکنن به صحبت کردن، مردم بلا فاصله گارد میگیرن، یعنی هوشیار شدن. چرا؟ چون این ترفنده مربوط به دوران گذشته است و امروز نمیتونه برای فریب مردم کارساز باشه، نخنما شده. اما یکی از مهمترین اتفاقاتی که در طول چند سال گذشته رخ داد که جمهوری اسلامی، مافیای خارج از کشور با پروپاگاندا سازی موفق شدن تمام نقشه هاشونو هم در رابطه با کشور ما اجرا کنن، هم در خاورمیانه کامل پیاده بکنن، بحث این بود که همین که جناب قاسمی گفت منتظر این باشن یک ناجی بیاد، یک کشور دیگه ای یا یک مقام دیگه ای از یک کشور دیگه ای بیاد و ایران رو نجات بده، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، مردم ایران رو نجات بده. فارغ از این که جامعه شناسی کشور ما اینو ثابت کرده هرچی مردم ما از نظر معیشتی دچار فقر بیشتری بشن، قطعا در قهقرهای فرو خواهند رفت که نای نفس کشیدن نخواهند داشت، نای بلند شدن نخواهند داشت، زانوهاشون این توانو نداره که بخواد اونها رو راست بیاره تو خیابونها و اعتراض کنن و خواستارشون با جمهوری اسلامی مقابله کنن. در طول این 4 سال همزمان با تحریم‌های فشار حداکثری ایالات متحده ما دیدیم خب مردم روز به روز فقیرتر شدن، تورم افزایش پیدا کرد. این که مردم خودشونو مسئول بدونن در قبال کشور خودشون، در قبال سرنگونی جمهوری اسلامی، سعی کردن این بار مسئولیت رو از روی شونه های ناتوان خودشون بردارن و بندازن رو شونه های شخص دیگری، یک کشور دیگری، یعنی به دنبال ناجی گشتن. و در طول این 4 سال ما دیدیم اکثر مردم ایران در بد تلهی گیر کردن. خب ما در رستاخیز سیمرغ سعی کردیم در خصوص این مسئله زیاد ورود پیدا نکنیم فعلا، نه اینکه ورود پیدا نکنیم، ورود پیدا خواهیم کرد با تک تک افراد و گروه ها و سازمان ها، نه به عنوان شخص بلکه به عنوان عوامل اجرایی یک جریان ضد ایرانی کار داریم، به عنوان کسانی که اومدن مردم رو منحرف کردن از واقعیتی که در داخل ایران داره اتفاق میافته، با همشون کار داریم. اما من فکر میکنم که به جایی که ما بیاییم تقصیر رو بندازیم گردن دیگران، به خودمون یک نهیبی بزنیم و بگیم که ما خودمون مقصریم، شرایط رو مهیا میکنیم تا دیگران به راحتی جیب ما رو بزنن، به راحتی بیان رو کول ما سوارشن و از همون سواری بگیرن و ما مردم مقصریم. ما در همین تبادل افکار در برنامه هامون خیلی از کسانی که در تله گیر کرده بودن و فریب خورده بودن دیدیم از جمع ما خارج شدن، رفتن تو تیم هایی که ترامپیستن و ما نه تنها ناراحت نشدیم، چون من چه جناب قاسمی، بلکه خیلی هم خوشحالیم که عواملی که خیلی راحت فریب میخورن از جمع ما خارج بشن، چون این عوامل کسانی هستن که در یک جایی، در یک بخشی از تاریخ، در یک بزنگایی، اگر مخصوصا در داخل ایران دوستان ما همرزمان ما باشن، در کف خیابون گریبانشون رو خواهد گرفت. همین افرادی که زود فریب میخورن، افرادی مانند ابو موسی اشعری و ایکس و ایگرگ و زد و گروه هایی که امروز شما میبینید، به راحتی میتونن فریبشون بدن و اصله رو بذارن رو شقیقه همرزمشون شلیک کنن، چون به راحتی فریب میخورن. ما خیلی خوشحال شدیم که اینا رفتن. اما امروز شما شاهد اتفاقی هستید در داخل خاک ایران که هرچه ما به سال 1400 نزدیکتر میشیم و به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نزدیکتر میشیم، عرصه بر مردم داخل ایران داره لحظه به لحظه تنگتر میشه. این که از سیاهی بالاتر رنگی نیست درسته، ولی هنوز از نظر من
اون رنگ سیاه و سیاه خودشو نشون نداده. از نظر من اون رنگ سیاه زمانیه که قحطی و خشکسالی رو جمهوری اسلامی با ابزاری که کشورهای حامی اون در اختیارش قرار میدن به مردم کشور من تحمیل کنن. از نظر من رنگ سیاه زمانی برای مردم کشورم رخ میده که اون داستان آزمایش میمون برای مردم کشور من رخ بده، یعنی وقتی که قفس میمون رو از چهار طرف گرمش کردن، میمونه بچهش رو گرفت، کولش رفت بالا، آویزون شد که بچهش آسیب نبینه. وقتی از بالا گرمش کردن پرید پایین، چون هنوز پایین گرم نشده بود. اما زمانی که اپایین هم حرارت دادن، میمونه کاری نکرد به غیر از این که بچهش رو گذاشت زیر پاش و رفت روی بچهش ایستاد تا جون خودش رو نجات بده. از نظر من لحظه سیاه مردم کشور من اون زمانیه که از نداری و فقر و فلاکت و بدبختی کاری با مردم بکنه جمهوری اسلامی و مافیا، که امروز خوب شنیدید دارن گوشت جنازه ها رو میخورن. اما بدبختی جایی که از روی قحطی و خشکسالی و گرسنگی دست بزنن به این که بچه های خودشون و مریضای بستگان خودشون که مریض هستن رو بخورن، به این روز جمهوری اسلامی قطعا مردم رو خواهد کشوند. و در انتخابات 1400 با پیش زمینه‌ای که از الان شما دارید می‌بینید، اسامی که الان داره میاد در مدیا قرار می‌گیره، قطعاً قوه مجریه و نهاد ریاست جمهوری اون هم در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت. باجگیری که امروز سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا داره از دولت حسن روحانی می‌کنه، چیزی رو به ما ثابت نخواهد کرد به غیر از این که آقای روحانی حواست باشه در انتخابات 1400 باید هوای چه کسی رو داشته باشی. اگر قرار این دوره مانند سال 88 تقلبی بشه، تقلب باید به نفع شخصی به اسم سعید محمد بشه. چرا؟ چونشون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هست و امروز که میگم مربوط دقیقا به هفته گذشته است، اعلام کرده که 10,000 میلیارد تومان بودجه که سالانه قرار دولت اختصاص بده به قرارگاه خاتم الانبیا رو نداده و اموال دولت رو میخواد بزنه به نام قرارگاه خاتم الانبیا. با احتساب این که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هر سه در اختیار سپاه قرار خواهد گرفت، چیزی رو شما نمیتونید شاهدش باشید به غیر از با ادامه روندی که در بخش بعدی خواهم بهش پرداخت، قحطی و خشکسالی و جنگ و فلاکت و بدبختی یقه مردم ایرانو بگیره. جناب قاسم بفرمایید. بله، سپاسگزار میشم. دوستان برنامه رو لطفاً پخش کنید یه بار دیگه، همین الان برنامه رو پخش کنید توی فیسبوک لارو، یا در آینده اگر توی یوتیوب میبینید یا توی تلگرام، حتما برنامه رستاخیز رو پخش کنید، چون بسیار بسیار مهمه که این صحبت ها شنیده بشه. من از ادامه صحبت خودم رو میدم. در برنامه گذشته رستاخیز سیمرغ اومد و اینم برای اولین بار رستاخیز سیمرغ وجدانن هر کاری رو کرده، برای اولین بار میزنه دیوار سکوت رو میشکنه و بعد گنداب های پشتش اتوماتیک میان بیرون، کارهایی که تو امروز انجام شده. ما اومدیم در مورد طرحی به اسم طرح معامله غرب که آقای پرزیدنت ترامپ و نتانیاهو و چند نفر دیگه اومدن اعلامش کردن، اما توی خبرگزاری های ایرانی، توی اپوزیسیون ایرانی اصلا کسی بهش اهمیت نداد، اصلا نفهمید واقعیتش، اصلا نفهمیدن معامله قرن یعنی چی و چه قراری، چه اتفاقی قراره بیفته. ما اومدیم توضیحاتش رو دادیم، قسمتایی از صحبت‌ها رو، صحبت‌های آقای ترامپ، صحبت‌های آقای نتانیاهو و دیگران رو گذاشتیم، در موردش توضیح دادیم که هدف از این صحبت یعنی چی و در چه راستایی این طرح معامله قرن داره پیش میره که توی این طرح معامله قرن قراره برای کشور ایران اتفاقات عجیب غریبی بیفته. این اون بخشی بود که هیچ یک از این جریان‌های مثلا سیاسی و رسانه‌های مثلا سیاسی بهش اصلا نه، اصلا بردنش تو باقالی ها، یعنی زدنش کنار که
فعلا کسی نبینه، هر موقع هم اتفاق افتاد که اتفاق افتاد. و اتفاقا من جناب کمالپور یه صحبتی کردید راجع به هل دادن مردم به اینو این سو و اون سو. در دوران رضا شاه، زمانی که رضا شاه به پادشاهی میرسه، یکی از معضلات و یکی از ایرادها، یکی از گرفتاری‌ها، یکی از بدبختی‌های ملت ایران این بود که اون آدم‌های حالا روش انفکر اون دوره یا مبارزان یا وطن پرستان، وطن پرستان که خیلی کم، یا به هر حال کسایی که ادعای سیاسی داشتن، اکثرا هم کسایی بودن که به طایفه قاجار وابسته بودن، از طایفه قاجار ایران برباده وابسته بودن، یکی از افتخاراتشون این بود که رضا شاه به شدت باش برخورد کرد. این بود افتخارشون، این بود که بالا سر مثلا دفتر کار این شخص پرچم روسیه باشه یا پرچم انگلستان باشه یا پرچم فلان باشه. یعنی افتخارشون بندگی کردن و بردگی کردن برای انگلستان و روسیه و جاهای دیگه بود. و این اون چیزی بود که رضا شاه بزرگ به شدت داشت مخالفت کرد و جمع کرد این بساط رو. خوشبختانه در از همون زمانی که رضا شاه بزرگ این حرکت رو جمع کرد، یعنی وابستگی افراد ایرانی به کشورهای دیگه و افتخار به این کار رو رضا شاه اومد جمع کرد. در دوران شاهنشاه آریامهر هم به همین صورت اتفاق افتاد، رفت جلو. متاسفانه در دوران جمهوری انگلنشان ابری عربی کمونیستی اسلامی قاصر بر ایران، هم اراذل اوباش داخل جمهوری اسلامی، همینجوری که گفتم جمهوری ابری عربی کمونیستی اسلامی قاصر بر ایران، هم مدعیان مخالفت با جمهوری اسلامی، هر روز این ملت رو یه روز سوق میدن به سمت انگلستان، یه روز آلمان، یه روز فرانسه، یه روز آمریکا، یه روز اسرائیل، یه روز ایکس، یه روز ایگرگ، و این بازی همیشه ادامه داره. افتخارشون اینه، متاسفم اینو بگم، ولی این واقعیتی که دارید میبینید. به جای اینکه فرض کنیم همین دو سه ماه گذشته، همین دو سه ماهی که رد شد، یک اتفاق بسیار بسیار به قول معروف کلیدی افتاد و شاهزاده رضا پهلوی اومدن، یک فرق بیشتر برای پادشاهی خواهان باید متاسف بود، ایشون اومدن و فرمان یا پیمان نوین رو اعلام کردن. توی پیمان نوین یه سری خطکشی ها رو ایشون گنجونده بودن و یه سری پیام هایی که باید میدادن رو دادن. اما به جای این که اپوزیسیون یا حالا بخش پادشاهی یا وطن پرست بیان به یک همچین جریانی بپردازن، اینو مطرحش کنن، اینو بولدش کنن، اینو در موردش صحبت کنن و بیان روی اون خطکشی ها زوم کنن و افراد و گروه ها رو از هم جدا کنن. چون یه چیزی بود که ایشون توی همون پیمان نوین هم فرمودن، قبلا میگفتن من امید دارم این گروه ها آدم بشن، اما توی پیمان نوین فرمودن من باور دارم که باید این اتفاق بیفته. ولی شما میبینید به جای این حرکت، بحث انتخابات آمریکا بود، یکی بایدنی شده، یکی ترامپی شده، یکی نمیدونم کاملا حریص شده، یکی اون یکی شده، یکی این یکی شده. و این متاسفانه در نه فقط در بخش کوچیکی از اپوزیسیون، این هم در اپوزیسیون و هم در داخل ایران یک شکاف بسیار بسیار عمیقی رو درست کرد. یعنی وابسته شدن. شاید خیلی از این دوستان یا از این عزیزان یا از همین هموطنان این نیت رو نداشته باشن، اما وارد بازی میشن و چون بازی سناریو رو نمیدونن، همیشه پیاده نظام سیاستی هستن که ازش فراری هم. یعنی چی؟ یعنی شما به عنوان مخالف جمهوری اسلامی میای وارد بازی میشی که این بازی و بازیگرانش دارن به سمتی میرن که با کمک جمهوری اسلامی کشورت رو داغون کنن. شما به عنوان مخالف جمهوری اسلامی و مخالف مافیای ایران ستیز، پیاده نظام همین جریان میشی. حالا عده افراد به صورت آگاهانه و هوشمندانه میان اینو پرت میکنن توی زمین اپوزیسیون یا زمین مجازی مخالفان جمهوری اسلامی، عده‌ای هم نه، از روی دلسوزی
و فکر میکنن که اگر این کار رو بکنن مثلا یه کاری رو انجام دادن. حالا من چند تا مثال رو میزنم برمیگردم روی همین طرح معامله قرض. در دوران 4 ساله پرزیدنت ترامپ، ما همیشه تو دستگاه سیمرغ برنامه‌مون هست گفتیم، الان یعنی از ابتدای ریاست جمهوری ایشون ما اومدیم گفتیم منافع آمریکا و منافع ملت ایران داره توی یک مسیری میره که این فاصله شون بسیار بسیار نزدیکه و ملت ایران میتونن از این فاصله و از این فرصت استفاده کنن و بازی رو جوری به قول معروف به هم بریزن که این منافع حکومت آمریکا، چون در آمریکا یک حکومت وجود داره، یک دولت وجود داره، عین ایران، عین جاهای دیگه، این اون چیزیه که کسی به شما نمیگه. سیاست خارجه و سیاست کلان آمریکا رو حکومت آمریکا که پشت پرده است اون طراحی میکنه. 50 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال آینده رو کسی که میاد میشه رئیس جمهور آمریکا، در حقیقت مأموریت اصلیش اجرای این سیاست، یعنی اون سیاست مافیاست به روش خودش. یعنی به شما میگن آها این فولکس واگن، اونم کامیون، اینم نیسان، اینم پیکان، اینا باید بره برسه مثلا به شیراز. شما چجوری اینا رو شیراز میبری؟ یه رئیس جمهور مثلا میگه، یه راننده میگه آقا من دونه دونه اینا رو سوار میشم میبرم. یکی میگه نه من کامیون میگیرم همه رو میذارم تو کامیون میبرم. اون یکی میگه نه من اینا رو میذارم توی قطار میبرم. اون روشش با خودشه، روش اجرای سیاست با خودشه. اما سیاست کلان همون سیاستیه که شاهنشاه آریامهر قبل از اینکه از ایران خارج بشن فرمودن که اینها میخواهند ایران را ایرانستان کنند. ایران را ایرانستان کنند یعنی نه اینکه ایران را شهرستانش کنند، ایران را تقسیمش کنند مثل پاکستان و افغانستان و ازبکستان که یه استان گذاشتن بغلشون، نه همه جزء ایران بودن دیگه. این ایران هم نقشه‌ای که اینا براشون کشیدن تیکه پاره کردن ایرانی که جمهوری اسلامی از روزی که اومده تا امروز تمام زیرساختای تجزیه ایران رو فراهم کرده. از هر جنبه‌ای که شما بخواید نگاه کنید همه چیز آماده است برای این اتفاق که اون مافیا دنبالشه. اما در 4 سال دوره آقای ترامپ چند تا اتفاق افتاد و اتفاقهای چجوری بگم خیلی بزرگی افتاد. مثلا شما میبینید در سال 96 97 و 98 ملت ایران در 140 150 160 180 شهر ایران میان و فریاد میزنن رضا شاه، روحت شاه، جاوید شاه، بگو برگرد شاه، و کشته های زیادی میدن. خیلی از جوانای ایران اسیر میشن، زندانی میشن، خیلی آواره میشن، خیلی برای خیلی اتفاقات بدی میفته. نویدها، پویاها و امثال اینها پر میکشن از کشور، اما کشور ایران، مردم ایران موفق نمیشن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. چرا؟ چرا مردم 3 سال پشت سر هم بیرون میریزن، موفق نمیشن جمهوری اسلامی رو به هم بریزن؟ در صورتی که اتفاقا رئیس جمهوری در دولت آمریکاست که این رئیس جمهور میاد میگه من حامی مردم ایرانم، پس چه اتفاقی میفته که این ورق بر نمیگرده؟ چون سناریو، حالا سیاسیون ما، مدعیان ما، اکتیف های جامعه ما هم بر اساس تبلیغات خوب و بد متاسفانه گرایش پیدا کردن به اینکه یک ناجی قراره بیاد ما رو نجات بده، و همین امید به یک ناجی قراره بیاد ما رو نجات بده 1300 ساله که در حداقل در کشور ما این امید کذب یا این امید واهی مدام باعث فریب خوردن ملت ایران در طول تاریخ شدن. یه روزی مصدق میشه اون ناجیشون امام زمانشون، یه روز خمینی میشه امام زمانشون، یه روز خامنه‌ای میشه امام زمانشون، یه روز اکبر رفسنجانی میشه امام زمانشون، یه روز نمیدونم ناطق نوری میشه امام زمانشون، و یه روزم خاتمی و روحانی و احمدی نژاد میشن امام زمانشون. یعنی این امام زمانی، امام زمانی، امام زمانی از کجا میاد؟ از جایی میاد که اول صحبتم گفتم ما اومدیم که ملت رو از پای منبرها بیرون بیاریم،
ملت برن خودشون تحقیق کنن، برن در مورد هر چیزی انقدر بالا و پایین کنن تا خودشون به نتیجه برسن. نباید ملت ما، ملت ایران، اشتباهاتی که در دوره‌های گذشته در طول تاریخ کردن و میدونن از کجا ضربه خوردن رو دوباره تکرار کنن. یعنی چی؟ یعنی سال قبل از سال 57 این مردم ایران رو استعمار توسط آخوند، توسط آخوند فرستاد به قتلگاه، توسط آخوند ایران رو فرستاد توی قبرستانی که دارید میبینید. یعنی دکتران ما، مهندسین ما، نمیدونم تکنسیان های ما که اومده بودن با پول ملت ایران در خارج از ایران تحصیل کرده بودن، همه سواد و دانششون رو گذاشتن کنار، نشستن پای منبر روح الله خمینی. چرا؟ روح الله خمینی مگه چقدر سواد داشت؟ سوم ابتدایی یا سیکل نهایتاً؟ چرا یه کسی مثلا مثل فرض کنید مهندس بازرگان، دکتر ابوالحسن نمیدونم بنی سگ و همسان جانوران باید برن زیر عبای یک آدمی، یه همچی آدمی؟ چون فرهنگ پای منبر نشینی متاسفانه ما ملت ایران رو به اینجا رسونده. حالا در دوران آقای ترامپ اتفاقی که توی معامله قرن افتاد و چیزی که اومد مطرح شد، 400 سال کشور اسرائیل رو به سیاستی که توی فکر انگلستان ارباب اصلی بود جلو انداخت، جلو انداخت. شما فکر کنید اگر در دیماه 96 98 96 و در آبان 98 مردم ایران موفق می شدن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، به هیچ عنوان شما امروز شاهد چیزی به اسم پیمان ابراهیم نبودید. به هیچ عنوان امروز شما نمی دیدید که آقای اسرائیل در کشورهای حاشیه خلیج فارس پایگاه نظامی داشته باشد. به هیچ عنوان شاهد این نبودید که در ایران یا آذربایجان جلی ایرانی کشی راه بیفتد. به هیچ عنوان شاهد خیلی از مسائلی که امروز دارید میبینید نبودید. تمام این اتفاقات اتفاقا در 4 سال دوره آقای ترامپ افتاد که در دوره بایدن 100 برابر از این بدتره که حالا بهش در ادامه خواهم رسید. بفرمایید مرحبا. بله، مطالبی که الان جناب قاسمی اشاره کردن شاید ذکره که باید بدونید از نگاه یک برانداز و مخالف واقعی جمهوری اسلامی داره بیان میشه. مرحبا جان، اگه لطف کنید تصویر خودتو بذار. بله. و من خب قبلا این مطلب رو تعریف کردم، ملیگرایی، کسانی که ادعا میکنن ملیگرایی هستن فرق داره با میهن پرستی. ملیگرا به کسی میگن که در بعضی از مواقع تاریخی این قدرت رو دارن، چه به عنوان فرد چه به عنوان یک گروه، با هر تیم و هر کشور یا هر نهله سیاسی سر میز مذاکره بشینن و بر سر منافع شخصی یا گروهی خودشون معامله بکنن. قبل از اینکه به بحث ادامه بدم یه مطلبی رو بگم، چون در طول این 2-3 ماه و خصوصا بعد از برنامه‌ای که ما گذاشتیم در 2 قسمت در رابطه با روابط جمهوری اسلامی و اسرائیل شاید یک سری اتفاقات بودیم و اینو لازم عرض کنم. همرز بودن با ما، دوستی با ما، لایک برنامه های ما، انتشار برنامه های ما به این راحتی نیست. چند تا چیز میخواد. اول عرق ملی میخواد که یه میهن پرست باشی واقعا. دوم شهامت میخواد که بدونی وقتی میای برنامه یه رستاخیز سیمرغ رو پخش میکنی چه اتفاقاتی ممکنه برات رخ بده، بهت زنگ بزنن، بیان تو پیویت مزاحمت بشن، تهدیدت بکنن و و و و. خب ما شاهد این بودیم خیلی از مدعیان نه تنها شهامتشون نداشتن بلکه به خاطر منافع شخصیشون حاضرن با همه بشینن و تعامل بکنن. اما در طول این چند سال شما شاهد یک سری مسائل بودید که بحثی آقای قاسمی باز کردن در رابطه با ترامپ و اتفاقاتی که برای اسرائیل رقم خورد در طول این 2 سال اخیر مخصوصاً.
گروه‌هایی بودند که سعی می‌کردند با عناوین مختلف مردم رو به حاشیه ببرند. خصوصا بانوان ما رو از نظر من به ماهیت بانوان ما توهین کنند. وقتی یک شخص یا یک گروه بیاد از حقوق حد اکثری که بانوان ما میتونن درخواست داشته باشن و مطالبه اکثر این بانوان هم حد اکثری است نه حد اقلی، سعی و تلاش میکنن اینو تقلیلش بدن، کاهشش بدن، بیان برسوننش به یک حجاب، به آزادی حجاب، یا برسوننش صرفا به ورود به استادیوم، کمپین را بندازن، تحریم استادیوم را بندازن. اینها اون تله های مقطعی هست برای انحراف و ایجاد خطای دید که شما نگاه دیگه نکنید به براندازی. شما رو مجبور میکنن با این تله گیر کنید و به جایی که به براندازی فکر کنید به اصلاحات فکر کنید. تغییر قانون در رابطه با حجاب بانوان اگر در جمهوری اسلامی شکل بگیره که شکل خواهد گرفت، این صحبت 6 سال پیش منه که جمهوری اسلامی در نهایت حجاب رو آزاد خواهد کرد، دیسکو و کاوارو بار رو آزاد خواهد کرد، ورود خانمان رو به استادیوم و همه جا آزاد خواهد کرد. این یعنی رفرم شکلی، یعنی اصلاحات، یعنی کسانی که به قول شاهزاده رضا پهلوی در پیام پیمان نوین که مطرح فرمودن، اینها افرادی هستند که با جمهوری اسلامی هستند، با ایران و مردم ایران نیستند. خب حالا در این مقطع، در طول این 4 سال تمام این عوامل دست به دست هم دادن در کنار جمهوری اسلامی، از سیستم ترامپ چیزی رو بسازن که قرار نیست کبابی به دست مردم ایران برسه، فقط قراره دودش رو مردم ایران بخورن، کبابش جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه نوشجان بکنن و بخورن. در طول این اتفاقات ما در اون برنامه که میگم خیلی چهره واقعی خودشون رو نشون دادن، ثابت کردیم که جمهوری اسلامی و اسرائیل دو برادر هستن و جمهوری اسلامی برادر کوچیکه اسرائیل و اسرائیل داره حمایتش میکنه پشت پرده، برنامه رو دارن حمایت میکنن، راحت دارن بهش میدن، ابزار بهش میدن، علم و دانش و همه این چیزا رو دارن در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن. بارها ما تکرار کردیم این مسئله رو. شعار مرگ بر فلان برای یک کشور اسرائیلی که از سال 57 روح الله خمینی باب کرد، یک فریب بزرگ بود برای اذهان عمومی جامعه و توده های ملت که کشیده بشن به این سمت که جمهوری اسلامی دشمن سرسخت اسرائیله. با گذر زمان دیدن این شعاره دیگه جواب نمیده. 2-3 سالی هست اسرائیل شاخ و شونه میکشه برای یه جمهوری اسلامی، میگه ما جمهوری اسلامی را بهش حمله خواهیم کرد، مواضع سپاه رو در سوریه مورد هدف قرار میده، در لبنان مورد هدف قرار میده، جمهوری اسلامی در داخل ایران 4 تا تیکه آهن رو برمی داره، برمدیگه جوش میده، شکل موشک درستش میکنه، روش میریسه مرگ بر اسرائیل، میگه ما با این میخواییم مثلا اسرائیل رو زمین نابود کنیم. اینها تماما میشه ابزار دست جمهوری اسلامی در جامعه بین الملل و ابزار دست اسرائیل در جامعه بین الملل برای نابود کردن ایران و ایرانی. جمهوری اسلامی بارها در برنامه هاش، در مسائل سخنرانی عوامل خود رژیم، سردمداران رژیم، اعلام کردن که ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط اسرائیل داره صورت میگیره و اسرائیل هم در 2 سال گذشته با ساخت یک سری مستندها، با ساخت یک سری برنامه هایی، انتشار یک سری اسنادی بر این حرف جمهوری اسلامی صحه گذاشت، یعنی تایید کرد حرف جمهوری اسلامی رو. از نظر حقوق بین الملل و سیاست بین المللی شما چه چیزی رو میخوایی نتیجه گیری بکنید به عنوان یک ایرانی که دو کشوری که در ظاهر با هم متخاصم و دشمن هستند و یک کشوری مانند اسرائیل داره تایید میکنه و مسئولیت ترور
مقامات یک رژیم خودکامه و اشغالگر داخل کشور ما رو به گردن میگیره، چه چیزی عاید شما خواهد شد به غیر از بستر‌سازی های لازم برای ایجاد یک جنگ نظامی در منطقه؟ و چون با ایران که جنگ بشه با جمهوری اسلامی قطعا خاورمیانه درگیر خواهد شد، فقط در محدوده مرز و جغرافیا از نظر ژئوپلیتیک ایران نخواهد بود، فراتر از این حرف هاست. مثل سال 59 جنگ ایران و عراق نیست، این دفعه یک جنگی فراتر از این صحبت ها در حدود ایران باشه. دو عامل بزرگ این وسط اتفاق خواهد افتاد. جمهوری اسلامی برای بقا به جنگ نیاز داره. خب کسانی که اطلاعات در رابطه با حقوق بین الملل دارن قطعا میدونن زمانی که جنگ خارجی در یک کشوری صورت بگیره، یعنی یک ارتش خارجی به مرزهای یک کشور حمله بکنه، بسیاری از تحریم ها به صورت اتوماتیک حذف خواهند شد. اینجاست که شریان هایی که نیاز هست تا بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنه آزاد میشن. از طرفی همونطوری که جناب قاسمی اشاره کرد با معامله بزرگ قرن یا پیمان ابراهیم، اسرائیل حالا اگر نگیم 400 سال حداقل 350 سال رشدش رو کرد به سمت جلو و جنگی که میتونه رقم بخوره در این بازی که راه انداختن با جمهوری اسلامی، پایه‌های قدرت اسرائیل در کشورهای منطقه رو برای قرن‌ها میتونه مستحکم بکنه. از جمهوری ایران شما حساب بکنید با نام جعلی آذربایجان تا خاک ترکیه، تا خاک عراق، تا کویت و بحرین و قطر و عربستان و امارات و همه و همه در اختیار اسرائیله. چرا؟ چون همین دو سه روز گذشته اعلام کرد دونالد ترامپ که تمام پایگاه‌های سنتکام در اختیار ارتش اسرائیل قرار بگیره. تعامل از کجا میشه بهش رسید که مردم ایران فکر کنن یه رئیس جمهوری که به فکر منافع کشور خودش باید باشه طبق قانون اساسی کشورش داره به منافع مردم ما فکر میکنه و دنبال این هستش که مردم ما رو نجات بده، کشور ما رو نجات بده. بحث فاجعه‌ای به نام ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا برای مردم ستمدیده کشورمونو ما موکول میکنیم به یک برنامه مفصل و من شخصا امیدوارم دو تن از حامیان یا ترامپیست ها، حامیان ترامپ، بیان در یک برنامه بشینیم چهار نفری گفتگو کنیم عناصر و پتانسیل هایی که ترامپ برای مردم ایران به ارمغان آورده رو، مثبتاش رو اونها بگن، مواردی که ما میخواییم بگیم و من و جناب قاسمی میگیم. قبلا یک بخشی رو ما صحبت کردیم، اعلام کردیم، اما من فکر میکنم که بررسی فاجعه‌ای به نام ترامپ برای طیف برانداز و متاسفانه طیف براندازی که پادشاهی خواه هستن حتما باید باز بشه و این یکی از مهمترین برنامه‌های افشاگری خواهد بود که بشه یک تجربه جدید برای مردم کشور ما که فریب نخورن. اسرائیل در فکر می‌کنم ماه گذشته بود مستندی رو پخش کرد در رابطه با کشتن فخری‌زاده. اجازه میخوام بریم یه بخشی از این مستند رو شما ببینید که از کانال 13 در اسرائیل پخش شده و اسرائیل مسئولیت کشتن فخری‌زاده رو، محسن فخری‌زاده رو به گردن گرفت. با هم دیگه بریم به بخشی از این مستند بپردازیم، ببینیم چی دستگیرمون خواهد شد از این مستندی که
اسرائیل ساخته. کشته شدن محسن فخری زاده هنوز از سرتیتر خبرهای اسرائیل پایین نیامده. خب دوستان ببینید، تازه ای از این واقعه را فاش ساخت آلون بن داوید، یکی از خبرنگاران برجسته اسرائیلی این کانال. جزئیات لحظه به لحظه این عملیات را به تصویر کشید. محسن فخری زاده به گفته بن داوید بدون حفاظت امنیتی اصولی و کافی سوار بر ماشین دومی از سه اتومبیلی می شود که او را همراهی می کنند. اتومبیل ها وارد خیابانی می شوند که عاملان ترور فخری زاده که همه غیر ایرانی بودند از چند روز قبل در این خیابان دوربین های فراوانی را برای کنترل لحظه به لحظه رد شدن اتومبیل او کار گذاشته بودند. دوربین هایی که 24 ساعته از مرکز فرماندهی کنترل می شده، یک مسلسل خودکار نیست که از راه دور کنترل می شود، سه روز قبل از عملیات بر روی یک وانت نصب و پنهان شده بود. صاحب وانت پیش از سوء قصد به فخری زاده از کشور خارج شده بود. با ورود فخری زاده به گفته بن داوید دوربین های شناسایی چهره هویت او را گواهی می کنند. سپس مسلسل که از راه دور کنترل می شود 13 گلوله به فخری زاده شلیک می کند بدون آنکه همراهان او مورد اصابت قرار گیرند. فخری زاده با آخرین توان خود از ماشین پیاده می شود و به زمین می افتد. محافظان در پی سوء قصد کنندگان می گردند، اما کسی در آنجا نیست و در مقابل آنها اتومبیل منفجر می شود. عملیاتی که تنها و با ساخت سریال تهران به عنوان یک پروژه دیگه میاد مهر تایید می زنه پای تمام صحبت‌های جمهوری اسلامی که آره اسرائیل داره در ایران مقامات و نمیدونم دانشمندان ما رو ترور می کنه، شرایط و مهیا داره می کنه اسرائیل برای جمهوری اسلامی که زبون جمهوری اسلامی دراز باشه در قبال حمله به اسرائیل. جدا از اون پیمان عهد مودت بین ایران و اسرائیل و آمریکا در زمان شاهنشاه آریامهر که اونا رو میدونم کامل، جدا از اون بحث، در بزنگایی که جمهوری اسلامی لبه پرتگاه بود هم اسرائیل نجاتش داد هم آمریکا ترامپ نجاتش دادن. الان جناب قاسمی اشاره کردن مردم ایران در دی 96 و آبان 98 کم کشته ندادن، هنوز بسیاری هزاران هزار تن از همیهنان ما در اسارت جمهوری اسلامی در بیدادگاه جمهوری اسلامی هستند و هنوز نجات پیدا نکردن. هنوز که هنوز دختران و پسران جوان ما دارن میرن دادگاه، میرن میان 400 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد تومان وثیقه گذاشتن تا در نهایت دادگاه کثیف انقلاب در جمهوری اسلامی براشون حکم صادر کنه، اونم حکم زندانهای دراز مدت. اما با این کار اسرائیل به اون خواسته خودش رسید و در ادامه اون نقشه پیمان ابراهیم یا معامله بزرگ غرب در خاورمیانه کامل اجرا میشه. این شرایط رو کی برای اسرائیل مهیا کرد؟ دو ابزار وجود داشت، یک دونالد ترامپ، دو جمهوری اسلامی در یک مثلث کاملا هماهنگ شده این شرایط رو مهیا کردن. یعنی اسرائیل امروز در پایگاه‌های نظامی آمریکا با ابزار آمریکایی، با ادوات آمریکایی که با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس خریداری شده، میخواد بیاد به جنگ برادر کوچیکش تا منافعشو از مردم ایران بگیره. جمهوری اسلامی به عنوان برادر کوچیکه اسرائیل در کشور رو باز میکنه، از برادر بزرگترش دعوت میکنه، میگه بیا سر سفره بشین که مردم ایران باید مایحتاج خوراک روی اون سفره رو